مظفرالدین میرزا در سال 1269 هجری قمری در تبریز زاده شد. پدرش ناصرالدین شاه و مادرش شکوه السلطنه دختر فتح‌الله میرزا شجاع‌السلطنه 36 پسر فتح‌علی شاه بود. مظفرالدین میرزا پسر بزرگ ناصرالدین شاه نبود. قبل از او 3 از برادرانش به ولایت عهدی برداشته شده بودند که همگی در خردسالی درگذشتند. سلطان محمود میرزا، معین‌الدین میرزا و محمد قاسم میرزا. علاوه بر اینان مسعود میرزا ذی‌السلطان پسر ناصرالدین شاه از عفت و سلطنه نیز 3 از مظفرالدین میرزا بزرگتر بود، اما چون مادرش از سلسله قاجار نبود شانسی برای ولایت عهدی نداشت. مظفرالدین میرزا در سال 1277 همزمان که 8 بود به حکومت آذربایجان منصوب شد. 1 بعد در ذی‌الحجه 1278 ناصرالدین شاه رسماً او را ولیعهد خود اعلام کرد. مظفرالدین شاه قاجار 5 پادشاه ایران از خاندان قاجاریه بود. وی پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی و پس از نزدیک به 40 ولایت عهدی شاه شد و از تبریز به تهران آمد. در جریان جنبش مشروطه برخلاف کوشش‌های صدر اعظمش عین‌الدوله با مشروطیت موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا نموده و تنها 10 پس از امضای قانون اساسی درگذشت. وی به خاطر همین اقدامات در تاریخ ایران به شاه مشروطه مشهور می‌باشد. وی آخرین پادشاه ایران است که در داخل کشور درگذشته است. مظفرالدین شاه در سال اول سلطنت خود امین‌السلطان را از مقام صدارت عزل کرد و برای مدتی کوتاه کابینه‌ای بدون صدر اعظم تشکیل داد که در آن علی قلی مخبرالدوله وزیر داخله، عبدالحسین میرزا فرمان فرما وزیر جنگ و محسن مشیرالدوله وزیر امور خارجه بود. پس از 4 مخبرالدوله به دلیل دخالت‌های فرمان فرما در حوزه اختیاراتش استعفا داد. مظفرالدین شاه نیز علی امین‌الدوله را از آذربایجان به تهران فراخواند و نخست او را رئیس و وزرا و پس از 7 وزیر اعظم و سرانجام صدر اعظم نمود. ولی امین‌الدوله که افکار تجددخواهی و غربگرایی داشت از ابتدای زمامداری خود با مخالفت علما مواجه شد و بعد از 6 از صدارت کنارگیری کرد. مظفرالدین شاه پس از امین‌الدوله محسن خان مشیرالدوله را به ریاست وزرا انتخاب کرد. ولی منصب او هم بیش از 3 به طول نینجامید و مظفرالدین شاه مجدداً امین‌السلطان را به صدارت برگزید. میدونستین قدیمی ترین صدای ضبط شده به جا مانده در ایران صدای مظفرالدین شاه قاجار بوده؟ در دوران ناصرالدین شاه استفاده از گرامافون کلن اختصاصی بود و فقط برای مواقع خاص و محدود استفاده می شد. ولی در دوره مظفرالدین شاه همه چیز تغییر کرد. مظفرالدین شاه وقتی به اروپا سفر کرد دید که اروپایی ها چقدر پیشرفت کردند و از چه تکنولوژی هایی استفاده می کنند. برای همین بود که وقتی نماینده شرکت گرامافون از مظفرالدین شاه درخواست کرد که در ایران فعالیتشون رو شروع کنند، شاه سریع قبول کرد. ولی یه شرط گذاشت که اولین صدای ضبط شده از این دستگاه ها صدای خود مظفرالدین شاه و درباریان باشه.
نماینده اون شرکت با اشتیاق این شرط رو قبول میکنه. از این رو صدای مظفرالدین شاه رو ضبط میکنه. 5 صدا در 5 دیسک ضبط شد که فقط 3 تا از این دیسک ها موجوده. مظفرالدین شاه در این صدای ضبط شده از اتابک اعظم برای خدماتش تشکر میکنه و اصلا چرا من بگم، خودتون گوش کنی. جناب اشتر و اتابک اعظم از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که در صدارت خودتان میکنید و انشالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خودتان انشالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشیم نظرتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارین. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.